زن و صدای سیفون توالت فرنگیش می اومد. بعد این همینجوری که این پاسدار سر منو میکرد تو این توالت فرنگی و بلند میکرد و من حلش میدادم و همینجوری، بعد این سلول بغلی من آب توالت فرنگیش رو باز کرد، نمیدونم سیفونش رو کشید یا چی کار کرد، در عرض چند دقیقه سلولای همه ماها رو آب گرفت که همین آب اینطوری جمع شده بود و بچه ها گفتن سلولامون خیس و آب و اینا. من دیگه توان حرف زدن نداشتم. بعد در سلول باز شد، زندانبان اونجا زن بود، زندانبان 209 زن بود که محلی هم حرف میزد، زبونش زبون فارسی نبود. اومد با این پاسداره یه چند کلمه آروم حرف زد که من واقعا نمیشنیدم، حالم هم اونقدر بد بود که نمیفهمیدم که به هم چی میگن. و این پاسدار از در خارج شد، از در خارج شد و اومد منو با لگد زد، همین زندانبان زن، و گفتش که شلوغ میکنی زندان رو سرت میذاری، بچه ها رو سر صدای بچه ها رو تو بلند کردی. همینجور هم صدای برادرها میومد، بلند بلند فریاد میکشیدن، شعار میدادن، بعد مرگ بر خمینی میگفتن برادر. یکی از بچه های دیگه به نام زهرا بهرامی بود. زهرا 19 ساله بود. بعد یه روز این رو برای بازجویی صدا کردن. وقتی برگشت خلاصه خیلی هم شکنجه شده بود و خیلی آشفته حال بود. بعد بهش گفتم زهرا چی شده؟ گفت اینا به من گفتن که خلاصه باید حتما بیای مصاحبه کنی، وگرنه تو رو خلاصه تیرباران میکنی. که من قبول نکردم، گفتم تیرباران رو میپذیرم، ولی تهدیدم کردن و خلاصه گفتن که یه سری بلاهای سرم میارن. در همین فکر بود که خلاصه یه روز اینو صداش کردن، بردن اطلاع دادن به، یعنی توی بند خبردار شدیم که، یعنی گفتن که اعدام شده، به خانوادش هم خبر دادن که زهرا بهرامی در واقع تیرباران شده، اعدام شد. بعد یه روز یکی از بچه ها که برای بازجویی میرفت شعبه‌های بازجویی، وقتی برگشت گفت زهرا بهرامی رو توی شعبه‌های بازجویی دیدیم، بعد گفته که خبر بدین به خانواده‌ام و جاهای دیگه که من زنده هستم. اینا اومدن این کار رو انجام دادن که به همه جا اعلام کردن که منو کشتن، تیرباران هم کردن. بعد به من گفتن که ما به همه جا گفتیم که تو در واقع وجود خارجی نداری، هیچ کس هم خبر نداره که تو زنده هستی، به همین دلیل انقدر تو رو شکنجه میکنیم، هر بلایی سرت میاریم که زهرکشت بکنیم و خلاصه بکشیمت. اینجوری خواستن تضعیف روحیه‌اش رو بکنن. دلم میخواد